بچه تو تو آدمیزاد نگشته چه سر و وضعی بلند شده اومده فرودگاه. حالا هر کی ندونه فکر میکنه تازه از زیر کرسی در اومده داره میره حیات بره دشوری. آقا های دایی تو بشینه بلنش بلنش بسر های منه باله بفرموش بیتاش این چی سر تیپی هست ناسلامتی اومدی استقبال دایی تو یه جوری تیپ میزنی که آدم خجالت میکشه همه آدم متلک میگن چشم من رحمت این تیپ بده قالیه چی؟ با یه قهرمان ملی درست صحبت کن بهتاش دایی بگو خودت من نگفتم دیگه باب چه دست گلی باب دادی دست گل باب دادم در حد بوندسلیگا رحمت پا قدم نقیه دمش کم داداش صندوق اخراشو بهبود با این خواهر بهبود رفتی توی خواهر بهبود بگو این عمه لندنی تو هست طلاق گرفته جدا شد عمه لندنی من چی؟ با نه طلاق چی چیه؟ عمه تو رفته توی دونه شبکه ناجور اونجا اسم آقا من اعتبار ای چرا نمیذاری من حرف منو بزنم؟ نه شبکه ناجور که نه یکی از همین شبکه های فارسی ماهواره چی موجی شده؟ نه موجی نشده تو مسابقه آشپزی شرکت کرده اسم من رو برده من رو بدبخت کرده بگو هزار پونم گرفته جایزه گرفته حالا داستانش طولانیه من میگم براتون تو بگو چی میخواستی بگی؟ Ladies and gentlemen, I never want to take a move for the first dash party. آقا بنده این هفته میخوام برم ترکیه برای مسابقات فوتبال چهار جانبه. شوخی. بله جدی. ترکیه؟ بله. اون وقت به چه عنوان؟ چه عنوان شما دروازه‌بانم دیگه. دروازه‌بان چهارم مگه میبرن؟ خب ما یه چیزی به بچه‌ت میگم ناراحت نشی. سوال پرسید خود جواب. سفر داره میگه. آقا خودت بگو دروازه‌بان چهارم مگه میبرن؟ تو چرا میگی دروازه‌بان چهارم؟ من سنگروانم دروازه‌بان اول هستم. پترچک ایرانم. اونجی ببین من کی دارم میگم. دو سال دیگه بهتاش تو تیم ملی ببینیم اینشالله این خط این نشون اینشالله مگه این مردی بیلوان نبود تو کارواش کار میکرد الان ببین به کجا رسیده آفرین بهتاش خط سیگار نمیتوشید بچه چرا عرف اصلا اینه کی گفت نه بچه منه آقا تو خودت بگو دیگه بگو چجوری دارن توری میبرن؟ یه مسابقه چهار جانبه هست تو ترکیه بین تیم های فنرباغچه، پانایتیناکوس، گلاتاسرای و نساجی قمشاشی آقا چی؟ بنده به عنوان سنگربان توی مسابقه حضور پیدا میکنه ای خدا داداش پس حقیقی که میشه حقیقی که معصوم شد بابا بعد دروازه‌بان دو هم که اصلا وثیقه نداشت دروازه‌بان سم بنده خدا این زنش پا به ما بود شانس به ما رو کماشیم دروازه‌بان دیگه بله دیگه بالاخره سفرش بابام جواب داد سفرش بابای تو علکی چه؟ نه عمه جان عمه بابای تو که همو اول با هزار جور التماس رفت پیش رئیس نساجی مردی اونجا به این گفتش که اصلا تو نمیگفتی ما خودمون اینو به خاطر قدرش میخواستیم این تو چرا حرفا اینو تکرار میکنی نقی چه سفر آقا اصلا نقی برای کی تو حالا کار کرده سفارش کی کرده حالا یا سفارش کرد یا نکرده ولش کن حرفشو نزن میگه سفار علکی حال آدم با سفارش بد میکنه آقا من بگم حرفی راجع به سفارش و نقی چرت و پرت من قاطی میکنم